شاید با آهنگ‌های ساسی مانکن آشنا باشید. چرا این خواننده مورد نفرت مقامات دولتی ایران است؟ آیا می‌دانستید که او حتی یک بار هم بازداشت شد در ایران؟ قبل از اینکه به جزئیات بیشتر بپردازیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و به صفحه ما سابسکرایب کنید. ساسی مانکن که نام واقعیش ساسان یافته است، یک خواننده مشهور اهل ایران است. او موسیقی پاپ و هیپ هاپ را اجرا می‌کند. او در 11 نوامبر 1988 در اهواز به دنیا آمد. مردم او را همچنین با نام ساسی می‌شناسند. او به خاطر آهنگ جنتلمن شناخته شد که بیش از 100 میلیون بار در رادیو جوان، یک ایستگاه موسیقی فارسی، پخش شد. جدا از موسیقی او، زندگی ساسی داستان‌های جالب و پیچیده‌ای دارد. او در اهواز شروع کرد و بعداً در مالزیا زندگی کرد. در حال حاضر او در ایالات متحده زندگی می‌کند. اما مسائل برای ساسی کمی پیچیده شدند وقتی که در حوزه سیاست فعال شد. قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009، او با یکی از نامزدها به نام مهدی کروبی آشنا شد. این برای ساسی مشکلاتی ایجاد کرد و رسانه‌ها درباره او صحبت کردند. وقتی ساسی به شهر لس آنجلس نقل مکان کرد، با اشلی شجاعی آشنا شد. اشلی در کار خرید و فروش خانه است. آن دو برای مدت طولانی با هم قرار داشتند. سرانجام در 3 جون 2022 این زوج با هم ازدواج کردند و یک مراسم مجلل عروسی برگزار کردند. در مراسم عروسی خود آنها حدود 70,000 دلار خرج کرده و بسیاری از سلبریتی‌های ایرانی و آمریکایی را دعوت کردند. ساسی و اشلی یک پسر 9 ماهه به نام دایان دارند. ساسی در سال 2010 با مشکلات بیشتری روبرو شد. او در مهمانی‌های خانگی در کیش دستگیر شد. مردم دلایل مختلفی را برای بازداشت او عنوان کردند، مانند حمایت از یک نامزد سیاسی. برخی گفتند او دستگیر شد به دلیل رقصش در مکانی به نام بازار کیش. ساسی در یک مصاحبه گفت که اینها فقط شایعات بودهاند و داستانهای واقعی نیستند. در سال 2021، مانکن دوباره با انتقاداتی مواجه شد. او موزیک ویدیوی آهنگ تهران توکیو را منتشر کرد و در آن یک ستاره مشهور پورن، الکسیس تگزاس حضور داشت. این همکاری باعث ناراحتی برخی از افرادی شد که فکر می‌کردند این موزیک ویدیو مناسب نیست، به خصوص برای مخاطبان جوان. برخی حتی می‌خواستند ساسی در سطح بین‌المللی دستگیر و کشته شود. جدیدترین موزیک ویدیو ساسی که در سال 2023 منتشر شد، به نام برادران لیلا مشکلات بیشتری را برای ساسی ایجاد کرده است. این ویدیو از مقامات ایرانی و تلویزیون دولتی به دلیل ریاکاری انتقاد می‌کند. این ویدیو صحنه‌هایی دارد که نامناسب به نظر می‌رسد. ساسی نیز در این آهنگ آیاتی از قرآن شریف استفاده کرده است. در زمینه موسیقی، ساسی توانسته است با آهنگ‌هایش جایگاه ویژه‌ای در صحنه موسیقی فارسی کسب کند. اما ورود او به عرصه سیاست و مشکلات ناشی از آن موجب شده تا نظرات مختلفی درباره او شکل بگیرد. با تشکر از شما برای تماشای ویدیوی ما.